خب به نام خدا و باید کسایی که رفت هم بار ساختن بابک دانشوی دیسانس اینجا بود، ارشد هم اینجا بود، هست هنوز ارشدش همزه دکترهای خیلی خفن تو کار حرفه‌ای که میکنه به عنوان کارشناس نرم‌افزار توی شرکت امداد خودروه. تقریبا تجربه برنامه‌نویسیش هم کار دانشگاهی بوده و هم کار صنعتی به معنای که در صنعت هم کد زده، کار حرفه‌ای، کار که پول داره. تجربه بابک از کار توی دانشگاه بیرون دانشگاه یک چیز خوبی شد که امروز قراره راجعش صحبت کنه. ایده کلی حرف اینه که قراره شما کد بزنید ولی خب چی رو باید بدونید که خوب کد بزنید. مرسی که اومد، تشکرش کنید که ببینید چی میگید. به نام خدا، سلام. همینطور که عباس توضیح داد، من دیدم که با توجه به تجربیاتی که کسب کردم، دیدم یه سری مسائل انگار یک کمی خلأش توی برنامه نویسی بچه های دانشکده یک کم وجود داره. بعد سعی کردم تا جایی که حالا وسعم میرسه به بعضیاش اشاره کنم. اولین موضوعی که میخوام باش شروع کنم پارادایم های برنامه نویسیه، یعنی یه جورایی حالا معنی فارسی بر معادل فارسی خیلی باش پیدا کردم، الگوهایی که ما باش برنامه می نویسی می کنیم. پارادایم های برنامه نویسی من الان میخوام راجع به 3 تاشون صحبت کنم، اما کلا نزدیک 50-60 تا هن تعداد کلیشون، ولی این 3 تا هم پرتکرارترن، یعنی بیشتر می بینیمشون، هم به عنوان یه دانشجوی فیزیک که شبیه سازی هم میخواد انجام بده احتمال اینکه یکی از این 3 تا رو ببینیم بیشتره، که یه جورایی میتونم بگم بجز اون وسطی هر 3 رو هر اون دو تای دیگر رو دیدیمش. خب اولیش پروسیجرال پروگرامینگ. پروسیجرال پروگرامینگ، قبل از اینکه شروع کنم یه چیزی رو توضیح بدم. این پارادایم برنامه‌نویسی خاصیتشون اینجوریه، این 50-60 تا هن اینطوری هن که یه جورایی رابطه دارن با هم، مثلا یه پارادایم رو برمیدارن یه 4 تا فیچر بهش اضافه میکنن میشه پارادایم بعدی، یه خورده وسیع تر میشه، 4 تا چیز بیشتر ساپورت میکنه. اینم بگم که پارادایم ها زبون نیستن، در واقع ایده هایی هن که پشت زبون های برنامه نویسی وجود دارن که دونستنشون خالی از لطف نیست. خب اولیش که پروسیجرال باشه، یه جورایی بچه استراکچرد پروگرامینگ. استراکچرد پروگرامینگ چیه؟ شما وقتی که درس مبانی کامپیوتر رو برمیدارین، اولین چیزی که باهاتون کار میکنن احتمالاً یا سیه یا سی پلاس پلاس، ولی خب اولش با چی شروع میکنن؟ اولش با یه متغیر تعریف کنین، شرط بذارین و حلقه. این 3 تا میشه استراکچرد پروگرامینگ، که پروسیجرال پروگرامینگ یه جورای بچه اینه، چند تا چیز بهش اضافه شده، در واقع همون پروسیجر بهش اضافه شده. پروسیجر چیه؟ پروسیجر یه قطعه کده که وظیفه‌ش یه کاری رو انجام بده، و حالا اگه اشتباه نکنم تو فورتران بهش میگن روتین و ساب روتین و این چیزا، توی سی میگن فانکشن، سی سی پلاس پلاس خیلی جاها، چیز خاصی نیست، یه تیکه کده یه کاری رو انجام میده، میشه از یه جای دیگه برنامه صداش کرد. خب وقتی که میشه از یه جای دیگه برنامه صداش کرد، خب قطعا از تو خودش هم میشه صداش کرد. پس ایده شد این که ما متغیر میتونیم تعریف کنیم، if و else داریم، حلقه داریم و یه چیزی داریم به نام پروسیجر. میتونیم یه تیکه از برنامه‌مون رو هر جا دلمون خواست دوباره صداش کنیم. حالا یه سری قواعدی داره، ورودی میگیره، خروجی میده، بعضی موقعا نمیگیره، بعضی موقعا نمیده. ولی کلیتش اینه. این پروسیجر هم میتونه از بیرون خودش کال بشه، هم میتونه از تو خودش کال بشه، یعنی شما یه فانکشن رو میتونید یه جای برنامه تعریف کنید، یه جای دیگه استفاده کنید، میتونین یه جا تعریف کنید تو خودش هم ازش استفاده کنید، که البته حالا یه احتیاطایی داره ولی به هر حال میشه. این ایده هم مال حدود سال 1960 که با فورتران شروع میشه، بعد کوبول، بیسیک، پاسکال، سی، دیگه میرسه به نزدیکای 1970. دیگه فکر نمی کنم چیزی از پروسیجرال پروگرامینگ داشته باشیم. چیز خاصی هم نبود، همون مبانی کامپیوتری که پاس می کنیم، ایده پشتش پروسیجراله. مبحث بعدی فانکشناله، که
احتمالاً کمتر دیده باشینش. فانکشنال پروگرامینگ یه ایده پشتشه، میگه یه فانکشن توی، یا در واقع نمیگم یه پروسیجر، اینجا یه فانکشن، یه فانکشن شبیه یه فانکشن ریاضی باید رفتار کنه، یعنی خروجیش فقط تابع ورودیش باشه. خب شاید بگین هست دیگه، مگه ما ورودی میدیم به تابع خروجی میگیریم؟ الان یه مثالی اینجا من زدم، فکر کنم با سینتکس سی جور در میاد. ما الان یه متغیر گلوبال تعریف میکنیم، این سی، یه تابع داریم اد، آ و بی رو میخواد با هم جمع کنه، ریترن کنه، فقط بی رو با وزن اون سی گلوبالمون کال میکنه. خب اینجا ما وقتی اینو گلوبال تعریف کردیم، ما ورودی به تابعمون هر وقت آ و بی رو بدیم، آیا همیشه نتیجه یکسانه؟ یعنی خروجی این تابع فقط تابعی از ورودیاش نیست، تابعی از اینم هست. این کاریه که توی برنامه‌نویسی فانکشنال یه جورای حرامه، نباید انجامش بدیم. به جاش میتونیم این شکلی بنویسیمش، اون گلوبال سی رو خط میزنیم، میذاریمش تو ورودی فانکشن. بعد حالا الان میتونیم ادعا کنیم که هر موقع این یه ورودی خاص بهش بدیم، همون خروجی رو بهمون برمیگردونه. خب مزیت این کجاست؟ مزیتش یکی، حالا توی تست نوشتن برای برنامه است که ما خیلی انجامش نمیدیم. یه برنامه می‌نویسیم، می‌خوام ببینیم داره درست کار می‌کنه یا نه، یه جایشو تغییر می‌دیم، می‌خوام ببینیم درست کار می‌کنه یا نه. باید چک کنیم تیکه تیکش درست کار می‌کنه. وقتی که ما یه چیز گلوبال تعریف کردیم، یکم سخت میشه که تایید کنیم که این عده داره درست کار خودش رو انجام میده یا نه. اینم وارد ماجرا میشه. اما وقتی اینو خودش به عنوان ورودی میگیره، ما راحت میتونیم بگیم که این الان داره کار خودش رو درست انجام میده یا انجام نمیده. فقط با خودش طرفیم، از چیزی از بیرون به سیستم اضافه نمیشه. یه مزیت دیگه‌ش هم توی برنامه نویسی های پارالل، وقتی که ما یه سی بیرون داشته باشیم، اگه دو تا تردمون بخوان همزمان از اد استفاده کنن، شاید یکیشون به خاطر نیازش بیاد سی رو عوض کنه، اون یکی کارش لنگ شه. یعنی مجبوری مدیریت کنیم که این سی آیا لحظه ای که ترد فلان بهش میرسه داره کارشو درست، اون عددی که باید باشه هست یا نیست. بعد اگه اون ترد عوضش کرد، یه جای دیگه برنامه داره از همین عد استفاده میکنه، سی توش دخیله، یکی دیگه عوضش کرده، مشکل برمیخوره. اما وقتی که خودش اینو به عنوان ورودی بگیره، هر تردی که داره توی پردازش موازی از تابع عد استفاده میکنه، خودش سی رو میده، خودش هم خروجی رو میگیره. در واقع این یه جورای امنیت پردازش موازی رو برقرار میکنه برامون و برای تست نوشتن. البته خب مزیتاش اینا، احتمالاً معایبی هم داره و مزیتاش هم احتمالاً بیشتر از اینه که من نگفتم. بعد مثالاش هم اسکالا و هسکل هستن که فانکشنالن. خب پارادایم بعدی که میخوایم چکش کنیم object orientedه، که یه جورایی اخیراً خیلی بزرگ شده و یه به خاطر قابلیتایی که داره این اجازه رو به ما بده برنامه‌های خیلی بزرگ باش بنویسیم و نسبت به آپدیت ها و اینا سیستم به مشکل بر نخوره. خب قبل از این که شروع کنم object orientedو بگم، میخوام با یه مقایسه با procedural بگمش. توی برنامه نویسی پروسیجرال ما برنامه‌مون رو داریم. برنامه‌مون یه تعدادی فانکشن داره، یه تعدادی متغیر داره. این فانکشن‌ها از یه نقطه شروع میشن، همدیگر رو صدا میزنن، روی متغیر اثر میذارن، تهش میرسه ته کار خروجی که می‌خوایم رو بهمون میدن. حالا می‌خواد فایل چاپ کنه، می‌خواد چیزی پرینت کنه، می‌خواد نموداری بکشه، هر کاری می‌خواد بکنه. اما وقتی برنامه یه ذره بزرگ میشه، برنامه‌مون این شکلی میشه. تابه‌ها همدیگر رو کال میکنن. این تابه وابسته است به این، یا این وابسته است به این. وابستگی‌هاشون زیاد میشه. یعنی ما وقتی میخوایم مثلا این فانکشن رو دست بزنیم، میخوایم یه آپدیتی رو برنامه بزنیم یا یه کاری کنیم، خیالمون راحت باشه برنامه اتفاقی برای جاهای دیگه‌اش نمیفته. همون کاری که ما میخوایم، همون جایی که فقط ما میخوایم عوض شده. ما الان بخوایم این فانکشن رو دست بزنیم، خروجیش داره میره تو این فانکشن، باید مواظب به اینم باشیم. خروجیش داره تو این
نام میره، ورودی خروجی این داره به عنوان ورودی بهش میاد. یعنی این فانکشن رو میخوایم دست بزنیم به اصطلاح تنمون باید بلرزه، چون معلوم نیست چند جا دیگه میتره که. خب حالا اینو چیکارش کنیم؟ برنامه بزرگ شده، یه عالمه فانکشن به صورت یه نتورک عجیب غریب به هم دیپندنسی دارن، حالا باید دنبال یه راهکاری باشیم یه جوری این دیپندنسی ها رو کم کنیم، یه جوری اوضاع رو مرتب کنیم. Object Oriented این کار رو برای ما انجام میده. Object Oriented یه ایده پشتشه، میگه که شما همه چی رو مثل شیء در نظر بگیرید. یه ایده پشتشه و چهار تا اصل، حالا با ایده شروع میکنم. میگه همه چی رو به عنوان شیء در نظر بگیرید. اون بالا که ما یه تعداد زیادی فانکشن داشتیم و خب مسلما یه تعداد زیادی هم متغیر داریم که معلومه تو اون شکل نیست، ایدهش اینه که میگه بیاین فانکشن ها و متغیرهایی که به یک مفهوم نزدیک هستن رو بذارید توی بسته. مثلا اگه من یه برنامه داشته باشم که داره روابط یه آدم رو با ماشینش به من نشون میده، گاهی میره سوار ماشینش میشه، با ماشینش میره تصادف میکنه، یه بلای سر آدمه میاد، یه عالمه اتفاق بین یه آدم و ماشین میفته. پروسیجرال بخوام اینو بنویسم، فانکشن هایی که مربوط به آدمه احتمالا توی فانکشن های ماشین استفاده میشه و فانکشن های ماشین توی فانکشن های آدم استفاده میشه و مفهوم فانکشن های ماشین آدم توی کدم با هم قاطی میشه. اما اگه بیام تمام فانکشن ها و متغیر هایی که مربوط به آدم هستن رو بریزم تو این باکس و کل فانکشن ها و متغیر های ماشین رو هم بریزم تو این باکس، تا حد خوبی میتونم بگم از هم جداشون کردم و از مخلوط شدنشون با هم جلوگیری شده. بعدا من بخوام ماشین رو عوض کنم، با رعایت اون چهار تا اصل بلای سر ماشین نمیاد و برعکس. خب این باکس اسمش کلاسه. پس یه کلاس مثلا کار داریم، یه کلاس پرسن داریم، بعد کلاس ها هم حالا فانکشن دارن، متغیر دارن که تو object oriented بهشون میگیم پروپرتی و متد. اسم گذاری جدیده، اتفاق خاصی نیفتاده. خب بعد از اینکه ما کلاس ها رو داریم، پایینش دیده میشه، وقتی که ما کلاس ها رو داریم، کلاس ها هنوز شیء نیستن. یعنی من یه آدم دارم ولی اون آدم هنوز عباس نیست، باید یه کاری کنیم اون آدم تبدیل به عباس شه. در واقع اون کلاس نقشه ایه که ما باهاش اون آدم رو میسازیم. یعنی اون کلاس برای ما مشخص میکنه که من اگه بخوام یه آدم بسازم چه فیلدهایی لازم دارم، چه ببخشید اینجا بخوام بگم چه پروپرتی هایی لازم دارم برای ساختن یه آدم. پس وقتی ما یه کلاس داریم، میتونیم به ازای اون کلاس ده ها، صد ها، میلیون ها آبجکت بسازیم. فقط اون کلاس داره برای ما مشخص میکنه که اون آبجکتی که ما داریم میسازیم چه متد ها یا رفتار هایی داره و چه پروپرتی هایی باید داشته باشه. حالا یه ذره جلوتر میریم تو پایتون. من فقط ببینم وقت میشه اینو من بگم. خب چهار تا اصل داره object oriented. خیلی سریع بگم چون اینا خیلی وسیعن و خیلی نکته پشتشونه. این چهار تا اصل: encapsulation, abstraction, inheritance و polymorphism. این چهار تا اصل به اضافه این که ما این شکلی در نظر بگیریم برنامه‌مون رو، یعنی مباحث چیزای فانکشن ها و یعنی رفتار ها و مقدار هایی که به هم مربوطن رو بریزیم توی بسته، به اضافه این چهار تا اصل به ما کمک میکنن یه برنامه نویسی امن داشته باشیم که در مقابل آپدیت خیلی امنیتش بالاست. مثلا تمام پروژه های بانکی، تمام پروژه های وسیعی که وجود دارن با اینا نوشته شدن. توی شبیه سازی هم اگه از یه حدی کارمون بخواد بزرگتر بشه، احتمالاً این شکلی کار کردن خیلی برامون خوب خواهد بود. یعنی اگه نخوایم اینطوری شبیه سازی کنیم که یه کد بنویسیم، شبیه سازیمون رو کنیم، بعدش هم کد رو بندازیم دور، بخوایم نگهش داریم، قطعاً object oriented بهمون کمک میکنه. خب این کپسولیشن چی میگه؟ میگه که یه کلاس مثل یه کپسول باید عمل کنه که توش به ما ربطی نداره چه اتفاقی داره میفته. ما صرفاً با چند تا فانکشن از اون کلاس در ارتباطیم و با اون چند تا فانکشن کارامون، کارهایی که میخواییم رو
از کاری که لازم داریم و از اون فانکشن از اون کلاس از اون آبجکت می‌خوایم. مثلا شما وقتی که توی متپلاتلیب تابع پلات رو کال می‌کنید اصلا نمی‌دونید که پشت تابع پلات اون لیستی که بهش دادین چند تا فانکشن داره روش عمل می‌کنه که ته کار اون شکل اون پایین برای شما بکشه. این یعنی اینکه متپلاتلیب اینکپسولیشن رو رعایت کرده. شما نمیدونید چی اون پشت میتونید اوپن سورس میتونید بخونید اون پشت چی داره کار میکنه حتی تغییرش بدین. اما به عنوان یه مشتری وقتی به متپلاتلیب میرسین براتون پلاتو انجام میده، لیستو ازتون میگیره، پلاتو تحویل میده. اون وسط که چه اتفاقایی داره میفته شما نمیبینینش و حتی اگر هم برید تو سورسش نگاه کنید بهش دسترسی ندارید. یعنی لزوما باید وقتی میخواین این کپسولیشن رو رعایت کنین باید دسترسی شخصی که بیرون اون کلاس یا آبجکت قرار داره رو ببندین برای بعضی از فانکشن ها که نماینده نیستن یا در واقع API اون آبجکت نیستن. موضوع بعدی ابستراکشنه که تقریبا همین چیزیه که گفتم، موضوعاتی که یه معنی دارن تو دنیای واقعی رو داریم سعی میکنیم که توی یه کلاس جاشون بدیم. ابستراکشن چی می‌خواستم بگم؟ ابستراکشن آبجکت اورینتد یه خاصیت دیگه‌ای که داره سعی می‌کنه فضای برنامه‌نویسی رو مثل فضای زندگی واقعی ما کنه. به خاطر همین این ابستراکشن وجود داره و از ما می‌خواد که اگه داریم یه چیزی رو شبیه‌سازی می‌کنیم تمام چیزهای مربوط به اون چیزی که داریم شبیه‌سازی می‌کنیم و بریزیم توی یک کلاس. این میشه اصل ابستراکشن. اینهریتنس کاری که برای ما می‌کنه، یعنی کاری که ما باید بکنیم که رعایتش کنیم اینه که یه جاهایی هست ما ممکنه که مجبور شیم کد تکراری بنویسیم. مثلا فرض کنید من یک کلاس دارم استیودنت، یک کلاس هم دارم مثلا ورکر. خب کارگر و استیودنت یه چیزایشون متفاوته ولی یه چیزایشون مشترکه. مثلا هر دو اسم دارن، کد ملی دارن، هر دو راه میرن به عنوان رفتار، یه سری رفتارها رو مشترک انجام میدن ولی یه سری کاراشون هم شبیه هم نیست. مثلا یه سری متد فیلداشون شبیه هم نیست. مثلا استیودنت نمره داره ولی مثلا کارگر نمره نداره. این هریتنس به ما میگه که خب شما الان میخوای یه دونه استیودنت طراحی کنی یه دونه ورکر طراحی کنی، اون بخش مشابهشون توی کجاشه؟ استیودنت و ورکر چه شباهتی به هم دارن؟ هر دو آدمن. میگه بیا یه کلاس آدم تعریف کن. کلاس آدم قطعا هر آدمی نام خانوادگی مثلا کد ملی داره، واک و تاک و این چیزا هم به عنوان فانکشن داره. بعد ورکر و استیودنت باید ارث ببرن از این آدمی که داریم. اینطوری اتفاقی که میفته اینه که ما مجبور نیستیم دوباره چیزهای مربوط به آدم بودن استیودنت و ورکر رو تو هر دوتاشون بنویسیم. هرچند این امکانو داریم که مثلا پیاده سازی فانکشن راه رفتن ورکر رو متفاوت کنیم با راه رفتن استیودنت. اون یکی یه قابلیتی که داریم که میشه توی پولیمورفیزم. ولی تو خود اینهریتنس قراره که ما هر جا میبینیم که قراره یه چیزی رو تکرار کنیم و تکرارمون به این دلیله که تو دنیای واقعی یه کلاس پدری وجود داره مثل آدم که این دوتا دارن ازش به عنوان بچه میان، ما باید بیایم اون کلاس رو جدا تعریف کنیم. چرا خیالمون راحته که نمیترکیم اگه اینجوری بریم جلو؟ چون دنیای واقعی این شکلیه. تو دنیای واقعی آدم داریم، آدم خواص داره، استیودنت و چیزام واقعا آدمن. به خاطر همین خیالمون راحته که با این معماری بریم جلو. اوکی. پولیمورفیسم همونطور که گفتم ما ممکنه که مثلا نحوه راه رفتن آدم و کارگر فرق داره، اما ما راه رفتن رو برای پدرش یعنی انسان تعریف کردیم. کارگر و استیودنت راه رفتنشون فرق داره ولی ما راه رفتن رو برای پدرشون تعریف کردیم. اما این امکان رو داریم که بیایم توی چیز توی هر کدومشون استیودنت یا ورکر اگه دلمون خواست پیاده سازی خودمون رو داشته باشیم. یعنی نحوه راه رفتن کارگر متفاوت باشه با دانش آموز یا دانشجو.
خب زبونایی هم که object oriented هستن یا object oriented support میکنن، object oriented هم support میکنن، جاوا به طور خالص object oriented، یعنی نمیتونید object oriented ننویسید و جاوا بنویسید، همه چی کلاسه، تا یه دونه متغیر دو هم تعریف میکنید کلاسه. پایتون ساپورت میکنه، هم فانکشنال هم ساپورت میکنه، چیز هم ساپورت، پروسیجرال هم ساپورت میکنه، روبی، سی پلاس پلاس و یه سری چیزهای دیگه که نمیدونم چیه. خب حالا اگه بخوایم توی پایتون یه ذره ببینیم که چجوریه این کلاس، یه تیکه کد کوچیکیه که تعریف کنه برامون. خب اولش اینجا این سایز و ایناش مناسبه هم؟ اینجا اول یه کلاس خیلی خیلی ساده تعریف بکنیم به نام پرسن و توش هم هیچی نمی‌نویسیم. تو بدنش این پاس عملاً یعنی هیچی، صرفاً فقط ماهیتش رو تعریف میکنه. و حالا ما کلاس رو تعریف کردیم، این کلاس هیچی نداره، یعنی نه اسم داره نه نام خانوادگی داره، هیچی نداره، فقط تعریف کردیم برای پایتون که یه چیزی به نام پرسن وجود داره. حالا می‌خوایم دو تا پرسن بسازیم. سینتکسش این شکلیه، پرسن پرانتز باز بسته، پرینتشون هم اگه بکنیم یه همچی چیزی میبینیم، چیز خاصی نیست. میگه یه پرسن آبجکت توی اون خونه مموری که گفته، پی یک، پی دو هم توی خونه دیگه از مموریه. حالا ما میخوایم برای این پرسن هایی که تعریف کردیم پی یک و پی دو اسم تعریف کنیم. خب با این سینتکس میگیم یه نیم داره که نیمش جانه، پی دو هم نیم داره، نیمش دیویده. انتظار دیگه هم فکر نکنم داشته باشیم. اینو ران کنیم، اینا رو بهمون میده. همچنین به جز نیم حالا یه ایج هم میخواییم براشون تعریف کنیم، همینطور ایج رو تعریف میکنیم و ازش میخواییم که نیم و ایجشون رو با این فرمت چاپ کنه برامون. جانیز 20 years old. حالا فانکشن ما تا الان چیز دیدیم دیگه، میخوایم کم کم وارد این شیم که رفتار برای این قائل شیم. بیرون اینجا هیچ ربطی به کلاسی که تعریف کردیم نداره، صرفا توی پایتون، تو محیط پایتون میخوام یه فانکشن تعریف کنم که این فانکشن یه پرسن میگیره، یعنی یه دونه از اون آدمای بالا که هیچی نداشت میگیره، یه نیم و ایج هم میگیره و این نیم و ایج رو ست میکنه روی این پرسن. یعنی همین کاری که اینجا کردیم و توی این فانکشن انجام میدیم. خب این فانکشن تعریف میشه، بعد اینجا دیگه به جای پی یک و پی دو گذاشته جو باب، یه پرسنه. بعد این پرسنی که تعریف کردیم یعنی جو، میدیمش به این فانکشنی که تعریف کردیم، یه استرینگ به عنوان اسمش و یه نامبر هم به عنوان سنش میدیم به این فانکشن. اگه اینو ران کنیم برای جو و باب، این دوتا چاپ میشن. در واقع همون کاری که بالا کردیم و توی فانکشن انجام دادیم. حالا ایده اینه که خب این فانکشنه اگه کارش به صورت تخصصی اینه که برای پرسن نیم و ایج ست کنه، چرا این خودش نره توی کلاس بشینه؟ بهتره که اونو بذاریمش توی خود کلاس، چون کاریه که مربوط به خودشه دیگه، گفتیم که باید بذاریمش اونجا. خب پس من توی یه کلاس میتونم یه فانکشن تعریف کنم. یه جایی اگه وایستم که این فانکشن هم دیده شه. خب من الان توی کلاس پرسن، این دفعه دیگه کلاس خالی تعریف نمی کنم، پرسن رو میام یه کلاس تعریف میکنم، set name و age بهش یه فانکشن براش تعریف کنم، set name و age. حالا اینجا ما ورودی که بهش دادیم از ما یه آبجکت پرسن میخواست، پرسن آبجکت بود دیگه چون از روی این کلاس ساختیمش، آبجکتی از پرسنه، یه آبجکت پرسن میخواد، یه نیم و ایج میخواد. ما اینجا توی کلاس که میایم تعریفش میکنیم، بازم اون آبجکت رو باید بهش بدیم، اما توی محیط کلاس آبجکت به اسم سلف دیده میشه. مثلا توی جاوا اینا دیس مینویسن وقتی میخوان بگن مال این کلاس، مال خودمه، مال همین کلاسه، چون به هر حال این فانکشن باید بدونه این نیم رو داره برای کی ست میکنه. اون کی این سلف است، یعنی خود همین آبجکتی از این کلاس که اون لحظه داریم باش کار میکنیم. خب پس
توی این فانکشن داشتیم person.name مساوی نیمی که از ورودی فانکشنمون اومده و person.age مساوی ageی که از ورودی فانکشن اومده. اینجا به جای person فقط شد self. self.name مساوی name، self.age مساوی age. پس ما الان یه person داریم. حالا اینجا من میتونم یه دونه person بسازم، بعد این پرسنم این بالا تعریف کردم یه رفتاری داره، یه متدی داره به اسم set name and age که جانو 20 رو بهش میدم، پیدو هم همینطور دیوید و 30 رو بهش میدم و دوباره همون ببخشید من این کلاس قبلی رو کال نکرده بودم، این چون تعریف نشده بود که این فانکشن رو داره، از قبلی داشت میخوند ارور داد. دوباره همون اتفاق افتاد، یه پرسن ساخته شد، نیم و ایجش ست شد، پرسن بعدی و تهش هم پرینت کرد p1.name و p2.name و ایج. خب حالا یه خورده فکر کنی ببینیم که اگه کلاس های ما، یعنی آبجکت هایی که میخواییم از کلاس همون بسازیم، مثلا ما میخواییم عباس رو از کلاس پرسن بسازیم، حتما نیم داره و حتما نیمش رو باید ست کنیم. برای اینکه این نیم رو ست کنیم، یعنی این یه اتفاقی که برای هر کلاسی داره میفته، باید اینیشیالایز بشه، باید مقدارهای اولیه بهش داده بشه. توی پایتون به اصطلاح به این فانکشن میگن کانستراکتور. توی پایتون سینتکسش اینه، اینیت، و هر کلاسی که بنویسین اینیتو براش بنویسین، پایتون میفهمه که اینجا رو نگاه کنین. من اینجا دارم یه دونه پرسن میسازم، این پرسن هم شبیه فانکشنه. خب اگه من به این ورودی بدم یه جایی باید بره دیگه. تو پایتون تعریف شده که میره تو ورودی های این اینیت، بجز این سلف که خودش میفهمه باید سلف رو بده به خودش، نیم و ایج رو میده. پس من اگه یه پرسن دیگه تعریف میکنم الان که این دفعه یه اینیت داره، اینو این دفعه ران کنم ارور نده، این دفعه یه فانکشن اینیت براش نوشتم، حالا میگم پی یک مساوی پرسن جو و چل، پی دو مساوی پرسن دیوید و سی. اینجا همون موقعی که داره آبجکت رو از اون کلاس پرسن برای من میسازه، این متغیراش هم میگیره ست میکنه همون تو. خب یه سری کارهای دیگه هم میشه کرد که مال فانکشنه، مثلا میشه به اینا دیفالت داد، مثلا هر آدمی اینیشیالایز میشه، اگه ایج بهش ندادیم ایجش بشه دیفالت صفر، که اینا مربوط به فانکشنه، خیلی ربطی به آبجکت اورینتد نداره ولی میتونه استفاده بشه. خب من الان اینم کال کنم، دوباره همون اتفاق میفته، پی یک و پی دو رو نیم و ایجشون رو ست کردیم و کال کنیم. حالا خب ما آپشن چیزام داشتیم دیگه، آپشن این که فانکشن رو جدا هم تعریف کنیم، یعنی این اینیت سر جای خودش به عنوان کسیه که متد پروپرتی های کلاس رو برای ما ست میکنه وقتی که یه آبجکت از این ساخته میشه. مثلا اینجا یه جک 25 ساله ساخته شده، اینا رو گرفته، حالا این جک، یعنی این پرسن در واقع یه آبجکت، یه متدی داره به اسم سی هلو. این سلف هم همه جا باید بهش بدیم، برای اینکه این فانکشن ممکنه وسط کارش نیاز داشته باشه از اون خود آبجکت استفاده کنه. بطور همین مجبوریم تو پایتون که همیشه این سلف رو به ورودی بدیم، هرچند اینجا که داریم کالش میکنیم اون سلف رو نمیبینیم، کلن اینجا هم سلف رو نمیبینیم، سلف ها رو خود پایتون میده بهش. پس اینجا من میتونم یه فانکشن تعریف کنم، یه متد برای کلاسم تعریف کنم و ازش استفاده کنم که الان میبینین. یه فانکشن دیگه ای که مال خود پایتون وجود داره و جذابه استیاره. اگه نگاه کنین این بالا، من وقتی گفتم که این کلاس پرسن رو پرینت کن، پایتون خودش اومد یه چیزی گذاشت، گفتش که یه آبجکت پرسن داریم توی فانکشن مینه توی خونه مموری فلانه. حالا ما میخواییم بگیم که اگه آبجکتمون رو پرینت کردیم، یه چیزی که خودمون دلمون میخواد بهمون بده که این تابع استیاره. مثلا دوباره همون پرسن رو داریم، اینیتو داره، نیم و ایجش رو ست میکنه. من این دفعه میخوام بگم اگه گفتم پرسنم رو پرینت کن، به هم یه متن بده پرسن با این فرمت، پرسن فلانی ویت ایج فلانی. اینجا هم
نیمایجش رو بهش میدم، یعنی نیمایج خودش رو برمیدارم بهش میدم. حالا الان اگه بیام این پرسنم رو پرینت کنم دیگه به هم نمیگه که یه آبجکت داری تو مموری که فلان جور و اینا. خب آبجکت اورینتد هرچند خیلی وسیع تره، ولی فکر کنم با توجه به وقت همینقدر بیشتر نمیرسیم بگیم. موضوع بعدی که به جز پارادایم های شبیه سازی آیزینگ با آبجکت اورینتد، فکر کنم ارائه بعدی میرسیم به یه کمی هم شاید مثلا برای میتونین اسپین رو به عنوان یه کلاس تعریف کنین. لاتیس آره، لاتیس میتونه یه کلاس باشه، توی اون کلاس یه لیست داشته باشیم، یه کانتینر در واقع داشته باشیم که یه عالمه اسپین توش باشن، هر اسپین یه ایکس و وای میتونه داشته باشه، هر اسپین میتونه یه لیست از اسپین ها داشته باشه که همسایه هاشن، البته یه ذره کار خوبی نیست، در یه حالتی میتونه خوب باشه. بعد یه دونه تابع آپدیت داشته باشیم که با توجه به همسایه هاش بیاد خودش رو آپدیت کنه، و نهایتاً لاتیس میتونه یه فانکشن داشته باشه که اون فانکشن برای ما خروجی انرژی لاتیس رو بهمون بده. بیاد یه فانکشن دیگه میتونه داشته باشه که یه استپ بره جلو، یه دور همه اینا رو آپدیت کنه. خب از آبجکت اورینتد و پارادایم های برنامه نویسی که بیایم بیرون، موضوع بعدی اینه که ما این همه ببینیم مثلا پایتون 2.7 اومد، پایتون 3.1.2 اومد، اینا یعنی چی؟ ما یه ورژن که ورژن یه نرم افزار رو که بخوان بهمون اعلام کنن 3 تا عدد میگن با یه تکستی که اون ته شاید بنویسن یا ننویسن. این 3 تا عدد معنی داره و تو استفاده ما از اون نرم افزار قطعا این معنی باید اثر بذاره، مخصوصا وقتی که یه نرم افزار وابسته به یه نرم افزار دیگه است، مثلا پکیجایی که بر پایه نامپای نوشته شدن یا بر پایه پانداز و متلاتلیب و اینا نوشته شدن، وقتی میخوایم استفاده کنیم ورژنشون یه جورایی این 3 تا عدد با آدم حرف میزنه. عدد اول بهش میگن ماژور، عدد دوم مینور، عدد سوم پچ. اون تکست هم که لیبله که آخرش توضیح میدم چیه. فکر کنید ما یه نرم افزار داریم که عدد ورژنش اینه، مثلا ورژن 8.2.6 چه میدونم نام فایرفاکس اومده، مثلا تو فایرفاکس الان فکر کنم 70 هم رسیده، 60 خورده ایه. خب این 3 تا عدد یعنی چی و کی تغییر میکنه؟ من برای این که بگم یعنی چی میگم کی تغییر میکنه که یعنی چیشون هم مشخص میشه. فکر کنید این نرم افزاری که ما ارائه دادیم، یعنی به ما ارائه دادن یا ما ارائه دادیم فرق نداره، باید از این ورژن بالاخره پیروی کنه، یه باگی توشه، یه باگ کوچولو، یعنی فانکشناش همه سر جاشه، فیلداش سر جاشه، همه کلاس‌هاش، همه اون خروجی‌هایی که قرار بدن رو دارن میدن، فقط مثلا یه دونه از اون خروجی‌ها داره به ازای یه ورودی خاص بد کار میکنه، یه باگ کوچولویی توش هست. ما اگه باگ این ورژن رو رفع کردیم، این ورژن آخر یعنی پچش رو یه دونه اضافه میکنیم، مهم هم نیست 10 12 20 هرچی میخواد بشه بشه. پس اگه ما یه دو نسخه از نامپای بهمون بدن، بگن این نسخه مثلا نامپای الان چه ورژنیه؟ یه ورژنی هست، مثلا نامپای 8.2.6 رو دادن و نامپای 8.2.7 رو به ما دادن، ما باید بگن کدومش رو میخوایی نصب کنی. خب 8.2.7 همون 8.2.6، فقط میدونیم که یه باگ ازش گرفته شده، احتمالا بریم بخونیم، یعنی میتونیم بریم دنبال این بگردیم که خب چی رو رفع کردی که شد 8.2.7، اینجوری میتونیم دنبال باگش بگردیم. بعضی موقعا یه فیچر اضافه میشه به چیز، به نرم افزارمون یه فیچر اضافه میشه، مثلا متپلاتلیب مثلا چه میدونم اسکتر پلات سالا نداشته، حالا اسکتر پلات هم از این به بعد داره. به محض اینکه یه فیچر به نرم افزار اضافه شد و نرم افزار ریلیز شد، ورژن مینورش یه دونه میره بالا. خب شاید فکر کنین از این دیگه بزرگتر چی میتونه باشه که بخواد ورژن ماژور رو تغییر بده. بعد وقتی هم ورژن مینور میره بالا، ورژن بعدی 0، از 0 شروع میشه، چون یه جورای ماهیت باگاش انگار
نادیده گرفته میشه دیگه. از این به بعد اینه، حالا ببینیم چه باگایی داره که بخواد رفش اینو ببره بالا. حالت بعدی که اگه ما 8-2-6 رو داشته باشیم باید بیایم ورژن 9 رو ارائه کنیم، حالتیه که بخوایم API مون رو عوض کنیم. API عوض شدن یعنی چی؟ API در واقع یه جوره اون قراردادی که ما از نرم افزارمون انتظار داریم. مثلا متپلاتلیب میدونیم پلات داره، این فانکشن پلات هر اون ورژن های بالایی هر چقدر هم عوض بشن پلات پلاته، سر جاش میمونه و ما همچنان از پلات انتظار داریم که یه لیست بگیره و یه خروجی بهمون بده. حالا اگه قرار شد که پلات ما لیست نگیره، به جاش یه چیز دیگه بگیره، یا اینکه اصلا فانکشن پلات دیگه وجود نداشت، اسمش عوض شد یه ذره، اون موقع است که ما باید بیایم ورژن 9 ارائه بدیم. و اگه ما داریم مثلا یه پکیجی نصب کنیم که با نام نیاز داره به نامپای، یعنی نامپای جزء دیپندنسیاشه، بعد میایم میبینیم که گفته نامپای 8 مثلا فلان میخواد، ما احتمالا میتونیم اگه 8.3 میخواد 8.2 نصب کنیم احتمالا، ولی قطعا نمیتونیم ورژن 9 نامپای رو بدیم به این. اگه دقت کنین پایتون، فکر کنم بعضیاتون اینو گیر کرده باشین، وقتی که یه کدی با پایتون 2 نوشته شده گریه هم کنید با پایتون 3 راه نمیفته، هیچ کاری نمیکنه براتون، هر کاریش کنین میره تو لایبرریاش بالاخره یه جا ارور میده میترکونتون. اما وقتی که یه چیزی با پایتون 3.2 نوشته شده میان با 3.7 اجراش میکنین کامپتیبل ران میشه. پس این ورژن بالایی مهمه. یه نکته هم راجع به پدر مادر دار بودن جاوا بخوام بگم، جاوا الان رسیده به نسخه 12، یعنی میگن جاوا 12، ولی در واقع جاوا 1.12، یعنی هنوز برنامه‌ای که زمانی که جاوا اومد با جاوا نوشتن رو هنوز هم میشه با جاوا اجرا کرد، چون هنوز نقطه ورژن 1.12 اش اومده فکر کنم الان. پس این عدد اولی نشون میده که اگه شما یک کدی نوشتین من نامپای ورژن 2 بود، رفتین ورژن 3 روی کامپیوتر دیگه بود، نباید انتظار داشته باشین اون کدتون اجرا بشه. یا همینطور در مورد دیپندنسیا. خب یه مسئله دیگه هم که وجود داره که ننوشتمش اینجا شفاهی بگمش، ورژن ها از صفر شروع میشه. یعنی شما میخواین یه برنامه، من میخوام یه پکیج ارائه بدم یا یه لایبرری ارائه بدم، هرچی یه کد میخوام ارائه بدم که ورژن براش بذارم، اولش هنوز هیچی ننوشتم، یا میگم من ورژن 0.0.0م، بعد شروع میکنم 0.0.0، یه فیچر اضافه میکنم میشه 0.1.0، فیچرهای بعدی همینجوری فیچرامو اضافه میکنم ریلیز میکنم، ولی هنوز نسخه صفرم. نسخه صفر یعنی دیولوپر هنوز ادعا نکرده این پکیجی که من ارائه دادم قرار کار کنه، یعنی هنوز تو حالت دیولوپه. پس اگه دیدین یه پکیجی ورژن صفر هنوز، یعنی اینکه هنوز قرار نیست کار کنه، شاید یه کارایی رو انجام بده ها، یا شاید دیولوپرش رو بشناسیم بهتون بگه این تیکه‌هاش هنوز کار میکنه، یا کدو بخونید بگید کار میکنه، ولی هنوز دیولوپر ادعا نکرده. ورژن 1.0.0 وقتی ریلیز میشه یعنی تازه دیولوپر گفته من الان ورژن دادم بیرون. و اون بتایی هم که اون ته دیدین، اون لیبلی هم که اون ته بود، اسماییه که فکر کنم قبل از چیز میذارم، قبل از ورژن میذارم، یعنی قبل از ریلیز اصلی، قبل از اینکه به ورژن 1 برسن اونا رو میذارم. خب این بحث ورژن هم تموم شد این اصلا. و بحث آخری که میخوام بگم یک کمی کوچیک بهش اشاره کنم، فرق فریم ورک و لایبرریه. هر جفتشون یه مش کدن که نوشته شدن یه جا هستن، شما میتونید بدید وردارید استفاده کنید، از این نظر مشترکن. اما فرقی که یه فریم ورک با یه لایبرری داره اینه که یه فریم ورک شما رو کنترل میکنه که چی بنویسید، اما لایبرری شما کنترلش میکنید که چی کار کنه. مثلا توی یه فریمورک برای ما تعیین کردن که شما بیا فلان فانکشن رو پیاده سازی کن، دیگه ساختن آبجکت و کال کردن اون فانکشن با فریمورکه. یعنی وقتی کدتون رو ران میکنین فریمورک خودش حواسش هست که اون آبجکت بدون باگ ساخته بشه، اون فانکشن هم ازش کال بشه، فقط وظیفه شما اینه که بگید که تو اون فانکشن چی کار میخواید بکنید.
معمولا فریم ورک ها جاهایی استفاده میشن که کارا خیلی روتینن، مثلا مثل وب. شما میخواین یه وبسایت بنویسین، قرار یه چیزی از دیتابیس در بیارین بفرستین بره رو صفحه نمایش کاربر. خب اینجا فریم ورک معنی میده، لازمه که ما یه فانکشن داشته باشیم که خیالمون رو راحت کنه که بدون دردسر از دیتابیس برامون یه چیزی در میاره. پس اینجا یه فریم ورک میتونه به ما کمک کنه. اما لایبراری چیه؟ لایبراری همون کلاس ها و چیزایی که دیدین یه کاری رو قراره انجام بدن، یه تعداد زیادیشون رو با هم میریزن توی فولدر به عنوان یه لایبراری بهتون ارائه میدن با یه داکیومنت. شمایید که به عنوان ابزار اینو برمیدارید یه کاری براتون انجام میده، اونو برمیدارید یه کار دیگه انجام میده و مسیر برنامه رو شما میچینید. لایبراری نامپای جنگو پایتون زبونه. نامپای و جنگو هر دو جزو نام فریمورک و لایبراری پایتون هست. خب من دیگه صحبتام تمام، اگه کسی سوالی داره. چی؟ گیت؟ نمیدونم چیه. نونوا؟ یا اگر کدی گفتیم باز پایتون دو باشه بعد سری میشه. و باید بیچاره باید تعریف کنم یه دوست داری که بریم. آره خب وقتی که دوباره یک بشه با اون یه پکم درباره اون نزدید که چجوری یه کد پایتون دو رو اجرا. ویرچوال انوایرمنت یه توضیح کوچیک بخوام بدم، ویرچوال انوایرمنت ما روی سیستم عاملمون چیز داریم، یه روی یه سیستم عامل یه سری مسیرها به عنوان مسیر تعریف شدن، به عنوان مسیرهای دیفالت سیستم عامل تعریف شدن. بعد وقتی که شما توی ترمینال تایپ می‌کنید، مثلا پایتو تپ می‌زنید کاملش می‌کنه، یعنی اینکه اون پایتون به عنوان یه نرم افزار توی یکی از اون مسیرها تعریف شده، گذاشته شده، یا اینکه یه جا گذاشته شده مسیرش رو رفتین آدرس دادین که فلان دستور رو بشناس. با این کار خیلی راحت، مثلا شما برید توی اسلش بین لپتاپتون اگه لینوکسین، برید یه دونه فایل .sh یه فایل شل بنویسین، اسم اون فایل رو تو ترمینال بزنین، تب بزنین، میارش. خب این گلوبال انوایرمنت ماه که محیط و سیستم عاملمونه، مسیرهاش مشخصه. ویرچوال انوایرمنت چی کار میکنه؟ مثلا شما یه کد پایتون 3 دارین رو کامپیوترتون، پایتون 3 نصب، فقط پایتون 2 ندارین، نمیخواینم به دلایلی پایتون 2 رو نصب کنید رو کامپیوترتون، میاد میگین که پایتون 2 تو اینجا باش، این محیط کوچیکم دورت باشه. وقتی که من ادعا کردم میخوام تو این محیط باشم، حالا وقتی میگم پایتون منظورم پایتون 2ه. ویرچوال انوایرمنت داره این کارو برام میکنه. یعنی یه جوری اصلا وقتی تیمی کار میکنی یه نفر مثلا یه خودی از قبل زده، خب با یه ورژن مثلا دوه، خب بعد مثلا فرض کنیم که مثلا نام پای این نباید با نام پای اون قسمت برنامه قاطی بشه. آره اینجا اینجا رو نمیدونم چه جوری میشه یه کد ران کرد از دو تا انوایرمنت طلب لایبراری کنه، اینو نمیدونم الان. پذیرایی داریم امروز، فقط باید لیوانتون همراهتون باشه، اگر نیست و مهمانی بیاید بالا برید تو لیوان. مرسی، ممنون.